اتفاقی که میفته توی فنلاند اینه، اونجا هم سخنرانی وجود داره. بله، اونجا معلم 10 دقیقه صحبت میکنه. بعد از 10 دقیقه چه اتفاقی میفته؟ 10 دقیقه راجب اتفاقی که میخواد بیفته یه اطلاعاتی میده. اون بخش نمیدونه است، یه چیزایی نمیدونن، یه چیزایی بچه ها نمیتونن. این چیزاییه که تو طرح درس باید بهش توجه کنیم دیگه. بچه ها یه چیزایی رو نمیدونن، یه چیزایی رو نمیتونن. اینا رو شما باید تشخیص بدید توی طرح درس نویسیتون. ریاضی رو ورق میزنین، خب اینا این بخشیه که بچه ها نمیدونن و باید من بهشون بگم. بخشی که نمیتونن رو چیکار میکرد تو فنلاند؟ کلن کار گروهی بود. یعنی قشنگ میزا برمیگشت، دو تا نیمکت رو به روی همدیگه با همدیگه صحبت میکردن، نظر میدادن. بعد از اینم که تموم میشد دوباره اگر که میخواستن نظرشون رو ابراز بکنن، قرار نبود یه جمع بندی کلی روش انجام بشه. خب پس به این نتیجه رسیدیم. تهش اینجوری بود که شاید هر کسی یه برداشت متفاوتی انجام میداد. اما ما چقدر اینجا تحمل داریم که این اتفاق برامون بیفته؟ یعنی شما همین اولیا میاد میگه فلان، بگو اگر که علی بیاد خونه یه جوابی بده، رضا بیاد خونه یه جواب دیگه بده، شما دوتا اولیا با هم دیگه صحبت نمی کنید فرداش بیاید مدرسه به من بگید که چرا این دوتا بچه جوابای متفاوتی دارن؟ چرا این کار میکنی؟ پس راجع به فنلان سطحینگر نباشیم. راجع به کشور برید سرچ کنید و شما هم اطلاعاتتون زیاد کنید. اونجایی که من برمیگردم میگم که عذرخواهی میکنم ولی من باید کامنت ها رو ببندم چون که حواس اینجا نیست، بعد دوباره بازش میکنم یه چند دقیقه دیگه. یه چند دقیقه حواستون به من باشه چون چیزایی که من دارم میگم بیس ماجراست، میخوام برم جلوتر بعد شما گیر میکنید داخل اون مطالب. چون ریاضی امشب بحث خیلی مهمیه، یه 3-4 دقیقه دیگه منو تحمل کنید، بعدش میریم وارد اصل ماجرا میشیم. من خودم زمان بندی دارم، طرح درس هم جلو دستم دارم نگاه میکنم که چه اتفاقی باید بیفته. حواستون به من باشه. و چیزی که میخواد تو ادامه اتفاق بیفته اینه، لطفاً سطحی نگر نباشیم، یعنی به عمق ماجرا فکر کنیم که وقتی من هر چی میگم بهانه این نباشه که خب اولیا نمیذارن، خب مدیر نمیذاره. من بهتون بگم اینو، این تجربه شخصی خودم رو بهتون لاقل بگم، لاقل 2-3 ساله من میتونم بگم که شاید قبلاً اینطوری بود، ولی لاقل 2-3 ساله که من دیگه سعی کردم به این نتیجه رسیدم که آقا وقتی میخوام برم یه جایی واسم صحبتی بکنم باید علمم انقدر کافی باشه که اون شخص بتونه به من اعتماد کنه بشینه پای حرفای من. مثل همین الان که مثلا حالا نشستیم با هم دیگه داریم صحبت میکنیم، منتها ما با علم ناقص وارد خیلی از جلسات و گفتگوهامون میشیم. اینو گفتم که جلسه با والدین الان بحثش هم داغ، هر کی هم تو اینستاگرام میرسه داره یه پستی راجعش میگه، بعد اینکه من گذاشتم دیگه همه هم گذاشتن. بعد تو نگاه میکنم باز دوباره میبینم باز دوباره به بیراهه رفت، باز دوباره بریم نمیدونم این کارو بکنیم، باز دوباره اجرا، باز از ذهنیت خارج شد. آقا تو اون جلسه قرار نیست نه خودتو پرزنت بکنی، بارها بهتون گفتم بازم میگم، امروز میخوام راجع به این موضوع صحبت کنم که کار شما در آموزش ریاضی با والدین تسهیل میشه. جلوتر به این نتیجه میرسیم که اگر شما والدین رو همراه نکنی دوباره برمیگردی به اتفاقاتی که سال قبل گفته شده و انجام میدادی و این لایو بیفایده بیفایده است برات، یعنی فقط وقتتو تلف میکنی اگر بخوای الان بشینی پای لایو. اگر نخوای والدین رو همراه بکنی، چجوری میتونی همراه بکنی؟ با آگاهی زیاد. علمتو باید ببری بالا. من تا هر چی میگم مثلا میگم اینطوری میگم مثال بزن. آقا مثال من مثال منه، نهایتا شاید به تو یه خط فکری بده، به درد تو نمیخوره. من خوراکی من اینه، قراره من مثلا هر روز صبح ساعت 7 صبح بلند شم یه لیوان شیر میخورم، بعد همه 7 صبح بلند شن یه لیوان شیر بخورن؟ نمیشه که. هر نیاز خودت رو بگرد پیدا کن. من الان نگاه میکنم مثلا امروز یه نفر به من گفتش که آقا میخوام الان تو لایومونم باشه، آقا یه کتاب به من معرفی کن من میخوام شروع کنم کارمو. گفتم مگه میشه با یه کتاب؟ آره مثلا به من یه کتاب بگو، من سال اول کارمه میخوام کارمو شروع کنم، به من یه کتاب بگو. گفتم من اصلا نمیتونم به تو هیچ کتاب معرفی کنم، فوقش هم نهایتا دست من ناراحت میشه، ولی من این کارو نمیکنم.
تو نیاز خودتون نمیدونی، اومدی به من میگی یه کتاب به من بگو مثلا من کارم رو شروع بکنم. دقیقا بدونید نیازتون چیه. مشکل ما همینه که دقیقا نمیدونیم چالش کجاست، درمان چیه، حالا ابزار درمان رو پیدا بکنیم، داروش رو بگردیم پیدا کنیم. یهو رفتیم سراغ این مرحله آخر، کتاب به ما بگو. یا مثلا یه نفر به من پیام داده و این چقدر بده، این دیدگاه ها چقدر اشتباهه. یه نفر به من پیام داده که این دوره گزینه ب که رایگانه، مثلا من چجوری میتونم شرکت کنم؟ گفتم اینجوری این شکلی میتونی شرکت کنم. همه دوره های رایگانتون رو لطفا به من بگید. گفتم تو مطمئنی دوره های دیگه رایگان من اصلا به دردت میخوره؟ اصلا میدونی چیه موضوعش؟ یا فقط مهمه که رایگان باشه؟ و این خیلی دیدگاه بدیه. اینا اثرات متاسفانه سطحی نگری تو جامعه ماست، نه فقط معلم، اصلا بحث معلمی نیست، تو جامعه ماست. و اون تفکر انتقادی که تو جلسه قبل راجع بهش صحبت کردم چون راه نمیفته ما رو دچار مشکل میکنه. بریم سراغ بحث امشبمون، از کجا این فیلم های آموزش کشور مختلف. باز ببینید سرچ کنید، من تو یوتیوب سرچ میکنم اون چیزی که نیاز دارم. مثلا فرض کنید من امشب بحثم ریاضیه، خب ریاضی به لاتین میشه math، دبستان هم میشه primary school. سرچ میکنم math in primary school، خیلی راحت یه چند تا میاد، بعد باز دوباره مشابهش رو پیدا میکنم. و یوتیوب فیلتر، باید فیلتر شکن داشته باشید دیگه. فکر میکنم کار راحتی باشه، یعنی کار خیلی سختی. اینم بسته باز به نیاز خودتونه، شما چی نیاز دارید برید سرچ کنید. من نیازم این بوده میرم سرچ میکنم. یا مثلا هدف از آموزش ریاضی واقعا برید بگردید ببینید هدف از آموزش ریاضی چی بوده. مثلا الان هدف میشه گول، GOAL، گول این math این پرایمری اسکول. برید سرچ کنید اینا رو، بذارید کنار هم دیگه، چند تا واژه لاتین مشابهش رو میگرده پیدا میکنه بهتون میگه دیگه. خیلی کار سختی نیست، میتونید از پسش برمیایید. خب بریم سراغ آموزش ریاضی. و به سان همیشهمون من مجدد تبریک میگم خدمتتون. و اون سه تا کارمون دیگه امشب گذاشتم توی یه اسلاید، سریع میگمش. یادگیرنده خوبی باشیم، لطفاً کاغذ و دفترچه یادداشت و قلمتون کنار دستتون باشه، نوتیفیکیشن گوشیتون رو خاموش کنید، جلو تلویزیون نشینید الان تو لایف شرکت کنید. و همین الان لطفاً برای یه چند نفر دیگه، مخصوصاً اون عزیزانی که تو پیجشون خیلی شکیل ریاضی تیز هوشان و از این در اسامیشو ببرم همه چیش مشخص میشه، بفرستین. یه ذره شاید خودشون رو به خواب زده باشن. البته وقتی خودشون رو به خواب زده باشن ما نمیتونیم خیلی بیدارشون کنیم، ولی شاید بعضیشون بندگان خدا خواب باشن بیدارشن. خب یه سوال بپرسم، باورتون چیه؟ باورتون اینه که همه چی خوبه؟ من اینو میخوام فکر کنی بهش. چون وقتی با معلمین عزیز این روزها من صحبت میکنم، ببین شما الان یه تعداد از عزیزان اومدید تو لایو امشب شرکت کنید، خب یه تعداد خیلی زیادی الان میان لایو رو باز میکنن میزنن ذخیره میشه این لایو برن. خب فرق هست دیگه بین این دو گروه دیگه. یه سری مثلا باز نمیکنن با اینکه میدونن الان مثلا میتونن این یک ساعت رو برای پیشرفت خودشون سرمایه گذاری کنن. باورتون چیه؟ باورتون اینه که همه چی خوبه؟ اگر همه چی خوبه، واقعیتش اینه که من با دید تفکر انتقادی این لایو رو گذاشتم و این دوره رو گذاشتم و به دردت نمیخوره. اگر اینقدر صریح صحبت میکنم لازمه، چون به اندازه کافی تو دوره های دیگه تعریف میکنیم از خودمون و از آموزش پرورششون مشخصه دیگه. از هر مدلش نگاه بکنیم خروجی هاشو میتونیم بفهمیم چیه دیگه، هر چی، هر مدلی. خب پس اگر من الان بشینم اینجا برای شما تعریف تمجید بکنم خیلی عالیم، پیشرفت کردیم نسبت به سال 57، ما خیلی اوضاعمون بهتر شده، اون موقع کتابا اینجوری بود، من کسی بودم که تحلیل توی فکر کنم 17 18 سالگی تحلیل کتابای درسی رو تحلیل صفحه به صفحه انتقادی، یعنی میگفتم این چیزاش اشتباه، این چیزاش اشتباه، تو دبیرستان میشستم انجام میدادم. از کتاب ابتدایی، کتاب راهنمایی، اون موقع مثلا 5 3 4 بود، مثلا میشستم کتاب دبستان رو بررسی میکردم، میگفتم این شکلش اشکال داره و اینها.
چون احساس میکردم مشکل وجود داره دیگه، دغدغم از اون موقع شروع شد، یه چیزایی میلنگید و هنوزم تو همون مسیرم. ولی خب واقعیتشو بخوام، باید واقع بینانه نگاه کنیم دیگه، واقعیتشو بخوام خب کم اثر داشتم دیگه، چون نمیخوایم، با چون جامعه گارد داره، میخواد همین جوری بمونه، دوست دارن همین شرایط استیبل، راحتی، همون چیزی که قبلا بوده رو ادامه بدیم. و یه مافیای گنده هم که پشت ماجرا است، آقا تیسوشان مثلا مافیاست دیدی، باید باور کنیم، نمیخوایم باور کنیم که خب فکر میکنم که شرکت کردن تو این محافل آزاردهنده باشه براتون. پس ما دو حالت داریم، من اینو میگم که تکلیفمون تو 45 دقیقه بعدی مشخص باشه. یک، من بیام خیلی ملو بیام از همه تعریف کنم، بیام بگم همه چی خوبه، حالا این دوتا کارم معلمان عزیز انجام بدید بهترش، مثل خیلی از مدیران محترم مدارس که اینطوری پیش میرن و معلمان بندگان خدا یک سال یاد نمیگیرن، مطالبه شون این باشه که آقا تو به ما یه چیزی یاد بده، تو بعد من یه سال عمرمو دارم به تو میفروشم، یکی از مشکلات شماها اینه، اینو یاد بگیرید از من. شما میرید مثلا یه جا وای میستید کار میکنید، اینکه در واقع یک سال از عمرتون رو میدید چقدر ارزش داره؟ به اندازه حقوقتون میارزه؟ قطعا نه. چقدر پول باید بدن به شما که این یک سال از عمرتون بهتون برگرده؟ پس چی باید به شما داده بشه؟ باید یه بالندگی برای شما اتفاق بیفته. اگه من بشینم کل سال ازت تعریف بکنم، اصلا تو به انگیزه بیرونی احتیاج نداری من بشینم ازت تعریف بکنم، مشکل ماست. الان من بگم مثلا تئوری انتخاب 300 نفر میزنن، ما یاد گرفت تئوری انتخابو خوندیم ولی تئوری انتخابو درک نکردیم، وگرنه مدارسمون اینطوری نیست. مدیران ما میترسن گاهی اوقات بخوان با تفکر انتقادی تو جلسات صحبت کنن، معلمان ما میترسن با تفکر انتقادی صحبت بکنن. تفکر انتقادی با چیز فرق میکنه ها، با لجبازی فرق میکنه، یعنی چرایی، یعنی دلیل، یعنی منطق. پس ما دو حالت داریم، یا اینکه من بیام بشم فقط از شما تعریف کنم آخرین لایف هیچی دستگیرت نشه، یا بیام اینوری یه چیزهایی رو بگم مشکلات کجاست و بیام در کنارش یه سری راهکارهای عمومی بهت بدم، عمومی، و راهکارهای اختصاصیشو خودت پیدا کنی. الهاماتتو امشب بنویس، بسیار مهمه این جلسه. اصلشو گذاشتم آخرین جلسه که ذهنت تو دو جلسه قبلی آماده بشه، و حواستو امشب خیلی جمع کن، چون من میخوام یه ذره با ریتم کندم دارم پیش میرم، میخوام یواش یواش بریم ذهنت گرم بشه و برسیم به اصل ماجرا. خب یه سازمانی هست که من اینو بازش کنم، یه سازمانی هست، سازمانی که آزمون‌های تیمز و پرلز رو برگزار میکنه. خب این سازمان میگه که ما فقط ارزشیابی میکنیم ببینیم به طور کلی سواد خواندن و مهارت حل مسئله بچه‌های شما تو چه سطحیه، و یا حالا یه رنکی هم میدن، یا حالا من کاری ندارم که این رنک دادن اشتباهه، ولی خب حالا اینا این کار میکنن. این تبدیل شده، عذرخواهی میکنم کامنت ها رو باید ببندم، این تبدیل شده به یک بازی اشتباه در ایران. یعنی تیمز و پیرز الان یه سری از مدارس دارن کلاس برگزار میکنن براش و نفهمیدن اصلا ماجرا چیه، یعنی درک نکردن. آقا تیمز و پرز یک ارزشیابیه، مثل مثلا آزمون کانگورو. حالا من خود همه اینها رو خودم بهش نقد دارم ها، ولی خب الان بحث اینا نقد اینا نیست. کانگورو مثلا، یا مثلا همین تیمز و پرز، کلاس تیمز و پرز نداریم ما، کلاس کانگورو نداریم ما، اینا یک ارزشیابیه. شما برای این ارزشیابی هیچ کار قرار نیست بکنی، هیچی. و جالب اینجاست، این شده یک بازار برای خیلی از انتشارات ها که اومدن آزمون های تیمز و پرز رو به صورت یک
حالا دفترچه هایی به صورت یک مجموعه سازماندهی شده به مدارس میدن، آقا ما تیمز و پرس بهتون کارنامه میدیم، برگزار میکنیم ماهی یه بار. یه نفر نیست بپرسه آقا چرا؟ خدا شاهد من از هر کدومشون پرسیدم، هیچ کدوم، یعنی به من خیلی زنگ میزنن چون میدونن من با مدرسه در ارتباطم، به من زیاد زنگ میزنن. مسئول فروشش مثلا زنگ میزنه، مسئول فروش زنگ میکنه وصل میکنه به واحد فنی، واحد فنی وصل میکنه به مسئول مثلا چی، مثلا مسئول علمی، دپارتمان علمیشون مثلا وصل میکنه، هی یکی یکی وصل میکنن به هم دیگه. هیچ کس جوابی برای من نداره. چرا ما باید این آزمونا رو بگیریم؟ و آخرش میشه همون بحثی که جلسه اول کردیم، درون نگری میکنن و ما مدرسه همونو میسپریم دست این آدم ها. فاجعه است. یعنی چه جوری ما اعتماد می، یعنی شما آقا من یه سوال دارم، بچه تو میسپری دست یک دکتر مثلا هنوز مدرکشو نگرفته، یا مثلا دانشجوی پزشکی مثلا بگه که دانشجوی پزشکیه، بگه واکسن مثلا کرونا رو بیا من برات بزنم، اعتماد میکنی واقعا این کارو بکنی؟ یا مثلا بچت مثلا یه نفر دانشجو ترم اول پزشکیه، بگه آره مثلا سرماخورده، این داروها رو برو بگیر براش بده بهش بخوره، تو انقدر اعتماد میکنی بهش؟ چجوری بچه‌مون رو میسپریم دست اینا؟ میسپریم دیگه، آزمونا رو میدن ما میایم تو مدرسه برگزار میکنیم، کتاب پرز نمیدونم تولید میکنم میایم تو مدرسه. یه نفر از اینا بپرسه آقا چرا باید این کار رو بکنیم، فایدهش چیه؟ هیچ جوابی وجود نداره. جوابا خود درون نگری و همش غلطه. دونه دونه شون رو بهتون ثابت میکنم غلطه و شما نباید این کار رو بکنید. حالا من رفتم سرچ کردم از خود سایت تیمز و پرز که آقا ببینم چیه ماجراشون، همین چیزایی که من دارم بهتون میگم. میگن آقا ما فقط ارزشیابی میکنیم، ما بهتون فیدبک میدیم، شما در مدارستون برنامه ریزی کنید برای اینکه اوضاع بهتر بشه. همین، ما هر 4 سال یک بار یا 5 سال یک بار یه تعداد از مدارس هر کشور رو انتخاب میکنیم و برگزار میکنیم. مثلا 2015-2020 مثلا پرزش برگزار شده بود، اگر اشتباه نکنم 2016 و 2020 اگر اشتباه نکنم تیمزش برگزار شد. 4 سال یه بار تیمز، 5 سال یه بار پرز، که حالا اصلا مدارس غیر انتفاعی اصلا شرکت نمیکنن تو، یعنی شرکت نمیکنن که اصلا آموزش اون سازمانی که میاد برگزار میکنه اصلا محاسبه نمیکنه غیر انتفاعی ها رو، فقط دولتی ها، اونم خودشون 200 تا مدرسه رو انتخاب میکنن، آزمون میگیرن و نتیجهش هم که هر سری مشخصه دیگه. ما جزء 5 6 تا کشور آخرین معمولا تو سطح جهان. حالا الان این خیلی برام مهم نیست. حالا چی گفته بود؟ گفته آقا هدف از آموزش ریاضی، خیلی جالب بود برام تو دبستان نگاه کنید، همه جمله هاش اولش این عبارتی که من نوشتم رو داشت، خیلی جالب بود برام. کمک کنید بچه ها این رو یاد بگیرن، کمک کنید بچه ها این اتفاق براشون بیفته. و جمله ها خیلی جمله های جذابی بود، جلوتر من ایرانیزش کردم، میخوام بهتون بگم که کمک کنیم چه اتفاقی برای بچه ها بیفته. همون مثال باز کردن در، آقا تو نمیتونی مجبور کنی بچه ها تو پای سوم جدول ضرب یاد بگیرن. اصلا مشکل من همین اسمشه، جدول ضرب، جدوله. یعنی یه بار از خودتون پرسیدید ضرب جدوله؟ چرا بهش میگیم جدول ضرب؟ چون دوست داریم اینجوری بچه ها اول سری 1، سری 2، سری 3. یه بارم از خودمون چرایشو نمیپرسیم. معلمای چهارم یه هفته اول سال تحصیلی، نه همه، عمدتاً اینو با قطعیت میگم دیگه، یعنی بیشتری ها، نه همه، یه هفته اول سال تحصیلی جدول ضرب به بچه ها میدن، تمرین جدول ضرب، بعد یه ذره که گیر میدن بهشون، نه با بازی دور، یه ذره که گیر میدن بهشون، نه با مسئله. آقا اصلا راهو داری اشتباه میری، چرا اصلا یه هفته اول کی گفته؟ نه آخه اینا مهمترین موضوع تو پای سوم جدول ضرب بوده، یاد نگرفتن. این مهم بودنه رو چجوری تعیین میکنید؟ حسیه دیگه، همه چی حسیه، چون والدین میخوان، چون بچه ها یه مقدار براشون طول میکشه یادگیری ضرب، شما هم میگید که مهمترین موضوع اینه. جلوتر قشنگ اینا براتون شفاف میشه که اینا هیچ جایگاهی تو آموزش ریاضی در واقع نداره. ما داریم
یه مسیر بیراهه ای رو میریم، بعد هی مقصدم پیدا نمی کنیم، اما مسیر کلا داره میره به یه جای دیگه و بعدش هم یکم که جلوتر میریم خودمون رو گول میزنیم، بچه های من همه رو یاد گرفتن، اینطوری نیست. نگاه کنید، بذار بزرگش کنم براتون که ببینید. ببینید این از نظر سازمان یونسکو این 6 تا سواد سوادیه که انسان ها باید داشته باشن برای اینکه بتونن تو جامعه راحت زندگی کنن، برای اینکه بتونن راحت از پس امورات روزمره شون بر بیان، این سوادها رو نیاز دارن. کجاش نوشته سواد فارسی یا ریاضی یا علوم؟ هیچ جا، درسته؟ هیچ جا ننوشته. یعنی ریاضی لازم نیست یاد بگیریم؟ چرا؟ نگاه کن آخری و قرمزه رو ببین، نوشته سواد مالی. به طور مثال میگم، تو همش میتونه باشه، سواد مالی نوشته چی؟ بخون: توانایی مدیریت اقتصادی، درآمد، هزینه، پسنداز و غیره. درست شد؟ ریاضی ابزاره، مشکل اینه. یه ذره فکر کن ریاضی الان تو زندگی تو چه کاربردی داره، دقیقا کاربردش کجاست. فیثاغورس استفاده میکنی الان تو زندگیت؟ به من نگو او نه، یه روزی یه جای اون اتفاق افتاده بود فیثاغورس استفاده کردم، ارزش داشت اون همه وقت بذاری که یه روزی یه جای فیثاغورس حساب بکنی؟ تمامه، دقت کن اینجا رو، یه ذره فکر کن، تمام چالش های روزانه ای ما که درش ریاضی بخواد استفاده بشه با 4 عمل اصلی حل میشه. غیر اینه؟ شما انتگرال حساب میکنی الان تو زندگیت؟ حد حساب میکنی؟ مشتق میگیری؟ فیثاغورس حساب میکنی؟ کسر تلسکوپی حساب میکنی؟ هیچ کدوم از اینا نیست، با 4 عمل اصلی حل میشه، اونم که 90%شو گوشیتو در میاری آخه استفاده میکنی. پس چرا بچه ها را اینقدر سخت، چرا ریاضت باید بکشن بچه های ما؟ گناه ندارن واقعا؟ مثلا کسر تلسکوپی بهشون میدیم، بچه تولید محتوا هم میکنین، کیف هم میکنین، کسر تلسکوپی درست کردیم، مثلا فیلم آموزشی کسر تلسکوپی. واقعا فکر نمیکنیم که داریم بیراهه میریم اینجا رو، و بعد به اشتراک هم میذاریم تازه اینا رو، خیلی عجیبه. خب قراره چیکار کنیم؟ یه نگاه به زیست خودمون داشته باشیم تا اینجا، بعد از دوره دبستان تا امروز، جدایی از اون سختی که کشیدیم برای ریاضی دبیرستان و راهنماییمون، بعد از اون ریاضی تو زندگی ما چه جایگاهی داشت؟ فکر کنم حالا من میدونم الان تو ذهنتون داره چه سوالای نقش می‌بنده، دیگه انقدر باهاتون صحبت کردم راجع به اینا، میدونم بخاطر همین سوالا رو جلوتر بهش رسیدم، یعنی قشنگ در نظر گرفتم سوالاتون رو. سوالتو تو ذهنت نگه دار یا بنویس رو کاغذ، جلوتر میخوام بهش بپردازم. یه نگاه به زیست خودت داشته باش تا الان. شما ته ماجرات اینه که میری تو فروشگاه خرید میکنی، فاکتور میگیری، این فاکتوره رو نگاه میکنی، برآورد کل همه هم که تقریب میزنیم دیگه، مثلا میگیم که مثلا 19000 خورده، خب این 20000 تومن، همه هم که تقریب میزنیم آخه، یعنی محاسبات دقیق هم انجام نمیدیم آنچنان. پس بچه ها باید اینطوری یاد بگیرن، چون قرار مانوری باشه این ماجرا برای زندگیشون، قراره یه چیزی یاد بگیرن که آقا زندگی راحت تری داشته باشن، ریاضت نمیخوایم بکشن. خب سوال، این سوالا رو میگم ذهنتو درگیر کن باهاش. آخرین باری که ضرب سه رقم روی کاغذ انجام دادی کی بوده؟ فکر کن. آخرین باری که کسر تلسکوپی حل کردی کی بود؟ اصلا یه سری نمیدونن الان کسر تلسکوپی البته یعنی چی، ولی حق دارن که ندونن، و خوشحالم اگه خیلی ها ندونن، چون 2000 نمیارزه این ماجرا. اصلا مهم نیست بدونی کسر تلسکوپی چیه، اگر نمیدونی دنبالش هم نرو، ولی معلم های پنجم ششم احتمالا میدونن، چهارم پنجم ششم. آخرین باری که مجموع اعداد متوالی رو جمع کردیم کی بوده؟ متوالی مثلا گفتیم 1 2 3 4 تا مثلا 100،
آخرین بار کی استفاده کردی اینو؟ اینو چیزاییه که ما تو ریاضی سوال میپرسیم از بچه ها. یا مثلا الگوهای پیچیده، آخرین باری که الگوهای پیچیده تو زندگیتون استفاده کردید کی بوده؟ مثلا شکلهای عجیب غریب دادیم بهشون، به خودتون مثلا بگیم حالا شکل بعدی رو به من بگو. آخرین باری که دو تا کس رو ساده ترین ماجرا از پای سوم به بعد، چهارم به بعد ما اینو دیگه استفاده میکنیم کم کم. آخرین باری که دو تا کس رو روی کاغذ جمع کردی کی بوده؟ کی بوده؟ ببین حتی بدیهی ترین چیزایی که ما توی دبستان داریم استفاده میکنیم الان تو آموزش، تو زندگیمون، تو زندگی اصلیمون کاربرد نداره. حتی مسئله هامون هم بده. مسئله به بچه ها میدیم، بچه هیچ وقت مثلا کتاب دوم دبستان، من الان نقدم به کتاب نیست، کتابو کاری ندارم، الان بحث اونها رو نیست، اون ابزار منه. مثلا کتاب میدیم، مثلا توی کتاب ریاضی یه سوال نوشتیم، کتابی به قیمت مثلا 20 ریال. 20 ریال؟ مداد به قیمت 20 ریال. این چه دیدی به این بچه داریم میدیم از زندگی آیندهش؟ بعد این میاد تو زندگی واقعی میگه خب بریم که مداد بخریم، میره یه دونه مداد نگاه کنه 10,000 تومن، اصلا نمیتونه. حالا هزار اینا رو که بچه دوم دبستانی هم خیلی هم حالا آنچنان متوجه هم نمیشه، ولی اصلا فکر نمی کنیم یه چیز عجیبیه براش با زندگی واقعیش. ما چقدر خودمون دوچار مشکل شدیم وقتی چیزایی که تو کتاب میخوندیم با چیزایی که تو زندگی واقعیمون بود فرق داشت. تو کتابامون میخوندیم همه خوشحال، کوکب خانم نمیدونم برای همه غذا درست کرد، همه اوکی با تخم مرغ، یه مهمونی 40 نفره رو غذا داد. تو زندگی واقعیمون این شکلیه. از این دست اشتباهات زیاد داریم انجام میدیم تو آموزشمون. بعد ما بدترش هم نکنیم دیگه، برمیداریم کاربرگ میدیم، اوه 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 اوه، یه کاربرگ میدیم 20 تا تست توشه، بعد نگاه میکنیم مثلا حاصل عبارت های زیر را به دست آورید، حاصل عبارت زیر در کدام یک از گزینه های زیر. کجای زندگیمونی هم چیزی میفهمیم؟ کجای زندگیمون روبرو میشیم باهاش؟ بعد میخوای بگی تیز هوشان، جلوتر بهش میگم، بهش میپردازم. خب کنکور جلوتر بهش میپردازم. خب ریاضی بدون ریاضت یا با ریاضت؟ تکلیفتو مشخص کن. الان احتمالاً همتون میگید بدون ریاضت. نه، من میگم با ریاضت. چرا؟ بدون ریاضت که اصلا چیزی یاد گرفته نمیشه. اتفاقاً به عمد این اسمشو گذاشتم. مگه بدون سختی با راحتی، مثلا من اینجوری بشینم راحتی تحمل کنم، مثلا راحت باشم هیچ سختی تحمل نکنم، چیزی یاد میگیرم؟ نه. اما ریاضت داریم تا ریاضت. ریاضت پذیرفته شده یا ریاضت پذیرفته نشده. یعنی تو سختی که خودت قبول میخوای بکنی که آقا من با علم به این که ساعت 9 تا 10 شب پنجشنبه رو میتونم استراحت بکنم، اما میرم لایو رو باز میکنم، میشینم توی لایو شرکت میکنم، یا نه کلاس ضمن خدمت بخشنامه اومده باید بری 120 ساعت دوره بگذرونی، کدوم ریاضت؟ منظور من اینه، ریاضتی که تو میدونی بعدش قرار اتفاق خوبی برات بیفته، لذت میبری از اون حتی سختی که میخوای تحمل کنی. این مهمه. پس بچه ها هم باید اینو درک کنن که قرار نیست با راحتی چیزی یاد بگیرن، قرار سختی بکشن، اما سختی که میپذیرنش، قبولش میکنن. چطوری یوسفی؟ خب باشه تو کلام ساده است، چطوری؟ اینجوری ریاضت توافق نشده اولا نداشته باشیم. حالا اگر بخوایم توافق کنیم چیکار باید بکنیم؟ باید مسئله بچه باشه کاری که تو داری بهش یاد میدی، درد بچه باشه. تو به بچه کس تلسکوپی مثلا یاد میدی تو پای 4 5 6 میگی اصلا نمیفهمه برای چی باید اینو یاد بگیره. میدونی چرا؟ بعد میگی، بعد خیلی از معلم ها میگه نه بچه ها خودشو خیلی دوست داره. دوست نداره، اون بنده خدا داره عذاب میکشه، میخواد از اون عذاب خودش راحت کنه، دوست داره از عذاب خلاص بشه. فرق هست بین این دوتا، خودتون رو گول نزنید. میگه معلم به من میگفت تو آموزشگاه ایکس، میگفتم که بس چرا این تست رو به بچه ها میدی؟ میگفت بچه ها خودشون دوست دارن. بعد من گفتم اجازه هستش که من تو کلاستون بشینم؟
من یه نیم ساعت تو کلاس، نیم ساعتم تحمل نکردم چون واقعا فضای اذیت کننده ای بود. من وقتی سطح استرس بالای بچه ها رو میبینم اذیت میشم. نگاه کردم بچه ها مثلا یکی داره اینجوری، مثلا یکی داره اون دو چشش دو دو میزنه و اینا. بچه ها همه اینجوری بودن، پسر بچه های شیشومی. بعد دیدم بچه ها آره خب تکاپو دارن برای یاد گرفتن، مثلا برای اینکه به جواب برسن، ولی فقط به جواب میرسید این تیکر رو میزد رد بشه. چرا؟ برای که میخواد اون جلسه گذشته گفتم، گفتم مغز اگر که به یه جواب نرسه اذیت میشه، میخواد از اون اذیت شدن خودش رو خلاص کنه. این قسمت اونه، اونجاست. نگو لذت میبرن، تو ساختار مغز رو نمیشناسی آخه که داری این حرف رو به من میزنی. به خاطر همینه که من میگم مثلا انواع روش تدریس رو میگه روش تدریس های بروز باید داشته باشیم. آره روش تدریس ها باید بروز باشه، ولی یادگیری مغز محور مثلا کدوم مدیری الان بهش مسلطه بیاد بشینه با من صحبت بکنه آقا مطالبی مثل درس فارسی کدوم قسمت مغز فعاله، مطالب مثلا تمرینی مهارتی کدوم قسمت مغز فعاله، فرق بخش های منطقی مغز با بخش های حسی مغز چیه؟ وقتی داریم فارسی آموزش میدیم منطق فعاله یا حسیه؟ حسیه کجاست؟ من چجوری باید ترغیب کنم اینو؟ اینا رو کدوممون بلدیم؟ میبینی خیلی بحثای مفصلی، شغلمونو جدی نمیگیریم، بعد میگیم ارزش نمیذارن برای ما تو جامعه. اینجا هاست که من دچار اختلاف نظر میشم. چند تا اشتباه رو بهتون بگم. اینا چیزایی که احتمالا تو ذهنتون الان نقش بسته. من یکم کامنت ها رو باز کنم اگر که سوالی، من دارم میخونم براتون، یه ذره بزرگش هم بکنم که اگه کامنت ها اومد روش ببینید من دارم بلند بلند میخونم براتون. اگه اولیا میخواد یه سوال، سوالی که میخوام بهتون بدم اینه، وقتی که در واقع شما بچه ها رو میبرید، مثلا فرض کنید خدای نکرده فرزندتون دچار کسالت بشه، بعد شما فرزندتون رو ببرید پیش پزشک، میتونی بهش بگی ببخشید یه دو شربت اکسپکتورانت براش بنویس؟ جرأتشو داری این کارو بکنی؟ قشنگ دفترچه بیمه رو بهت میده، برو بیرون برو پیش یه دکتری که اینجوری برات بنویسه. این تجربه خود من بود توی دوره بچگیم، یه اتفاق این شکلی برام افتاد. بچگی که میگم مثلا دوره دانشجوییمو میگم، یه اتفاق اینجوری برام افتاد. ولی الان اولیا بیاد یه ذره فشار بیاره، یعنی فرض کن 5 تا اولیا همزمان بیان تو مدرسه بگن که چرا این کار، تو مدل کارتو عوض میکنی. عمومی میگم، نمیتونم بگم 100%، عمومیت داره، یعنی بیشتری ها این کار رو میکنن. چرا؟ چون به اون درجه تخصص نرسیدیم. اینجا مشکل ماست. موضوع بعدی جلوتر میگم، اینکه چه جوری برای بچه ها ضرورت ریاضی رو ایجاد بکنیم و جلوتر میگم. همکارام انجام میدن. به من یه همکاری پیام داد که من خیلی طرح خلاقانه ای ندارم و تو جشنواره ها معمولا نمیتونم. گفتم جشنواره چیه؟ مثلا جشنواره اهمیتی داره؟ نه خب آخه همکارا میرن انجام میدن، رتبه میارن، امتیاز میگیرن، برای آموزش براش مهمه. گفتم اصلا شما بد فهمیدی ماجرا رو، اصلا مسیر رو کلا اشتباه اومدی، مثلا شغلتو عوض کن. چون مگه ما تو معلمی تو رقابتیم؟ اصلا ما ببینید، من یه بار دیگه میگم، قبلا هم گفتم، ما یه سری مسیر داریم، یه عالم مسیر به تعداد هر کدوم ما وجود داره و تو این مسیر ما تنهاییم. ما به یه مقصدی داریم میریم، ما خودمون داریم میریم، نه کسی عقبتر از ماست، نه کسی جلوتر از ماست، فقط داریم سعی میکنیم بهتر عمل کنیم. من امروز اینجام، فردا یه قدم دیگه جلوتر باشم. ماجرا اینه، اینجوری بهش نگاه کن. و اگر میخوای یک رقیب نگاه بکنی همکارت رو، اولا که هیچ رقابتی وجود نداره واقعیتش، اگر میخوای رقیب نگاه بکنی فقط ببین ویژگی مثبتش چیه. خب مثلا تو اینو نداری، حالا سعی کن توی خود ایجاد بکن. ما دنبال نقاط منفی همدیگه نباید بگردیم، نقطه مثبتش رو نگاه کن. اینجوری اگه نگاه میکنی اوکی،
دیدگاهت خیلی هم قشنگ و درسته، اگر نه داری اشتباه میری مسیر رو. خب ببین مثلا ببخشید من مجبورم اینجور جاها کامنت رو ببندم چون اصلا به بیراهه میره. ما یکی از مشکلات ما اینه، ببین مثلا شما تو کلاس ها مثلا فرض کنید الان کلاس حضوری بود، من اگر یه حرفی میزدم شما میتونستی بلنشی راجع به یه چیز دیگه ای صحبت بکنی؟ قطعا این کار نمی کردی. الان هم فکر کنید کلاس دیگه اصلا نشستیم توی یک روی یه موضوع اصلی فوکوس کردیم دیگه. ببخشید من هی مجبورم کامنت رو ببندم چون تمرکز خیلی ها به هم میخوره اینجوری، عذرخواهی میکنم. بچه ها باید آزمون تیزهوشان بدن. نه آقا، بچه ها نباید آزمون تیزهوشان بدن. تا زمانی که آزمون تیزهوشان به این شکله، من با شرکت در آزمون تیزهوشان برای هر بچه مخالفم. اه یه بچه استعداد داره، خب باشه، اون مدرسه استعداد این بچه رو نمیفهمه اصلا. موضوع اینه، نه این بچه بیاد بین بقیه خراب میشه. خب بله، پس همون فنلانده که میگم سطحی فهمیدیم همینه. برو ببین تو فنلاند بچه هایی که نخبه باشن رو چی کار میکنن، براشون چه برنامه برای نخبگانشون دارن. نخبه ها، نخبه نه باهوش، بلاگرنه همه بچه های ما باهوشن. نخبه هاشون رو چی کار میکنن؟ بعد ما نخبه هامون رو فکر میکنیم البته نخبه داریم ها، یعنی اون نخبه هایی که جدا میکنیم میبریم تو مدرسه، بندگان خدا رو اونا رو که اذیت میکنیم اشتباه میبریم. یه سری نخبه دیگر هم که نمیبینیم اصلا، نخبه موسیقی نمیبینیم، نخبه ادبیاتمون رو نمیبینیم، نخبه نمایشمون رو نمیبینیم، نخبه ورزشیمون رو نمیبینیم، داغون میکنیم همه اینا رو. همه باید استاندارد بشن تو ریاضی. این نخبه های ریاضی هم که اگر استاندارد پیداشون بکنیم میبریم تو مدرسه خرابش میکنیم. پس نکنیم این کارو. ضمن اینکه تیزهوشان اصلا ربطی به ریاضی نداره. اصلا اون ریاضی که تو کتابه با اون چیزی که قراره تو آزمون تیزهوشان بیاد فرق میکنه با هم. اون ایده پردازی مهمه، نه محاسبات. سخت میکنیم مثلا کسرهای پیچیده بهشون میدیم، محاسبات پیچیده بهشون میدیم، نه اینا نیست. اینجا باید یه ایده پردازی بکنه، حالا از این ابزار ریاضی استفاده کنن بچه ها تو آزمون تیزهوشان. آیا ما این کار رو انجام میتونیم بدیم تو کلاسمون؟ شما میتونید رو ایده پردازی کار بکنید، خیلی عالیه، برید به سمتش. دوست دارید یه فیلم بریم ببینیم ایده پردازی رو؟ دوست دارید بهتون نشون بدم که بچه ها اگر قرار یاد بگیرن ریاضی، مثلا به طور مثال فرض کنید محاسبات اندازه گیری طول، ما میشینیم تو کلاس اندازه گیری طول تبدیل واحد ها، متر به سانتی متر، ضرب در صد، کوچیک به بزرگ، ضرب بزرگ به کوچیک، تقسیم، از این چیزا برای خودمون میسازیم. اینا چیه؟ اینا کجای زندگی به دردمون میخوره؟ نگاه کنید این فیلمو، بریم یه فیلم با هم دیگه ببینیم. خب دیدین فیلمو؟ فیلمو دیدین؟ این مدرسه حکمت بابل سر بود که درشو بستن، تعطیلش کرد آموزش پرورش. مدرسه حکمت بابل سر آقای اردوان مجیدی که همه چی پروژه محور بود، یعنی بچه ها حتی اندازه گیری هم نکنید تو پروژه یاد میگیرن. پس میشه، میشه که تو بالا پشت بوم مدرسه مثلا اومدن یه اتاقی ساختن. نه کنید باز دوباره مثلا چقدر مصالح نیاز داریم، اصلا مگه همین کار رو گفتم بکنید؟ میبینید اصلا فهمیدم چی شد.
همین کار رو نکنید، ایده بگیرید ولی دقیقا این کار رو نکنید، برید یه کار دیگه بکنید. الان آموزش مجازیه، من یه پیشنهادهای دیگه میتونم بهتون بدم، ولی قطعا شما خلاقتر از منید، قطع به یقین شماها از من خلاقترید، چون من انقدر دارم اذیت میشم از این اتفاقاتی که میبینم، متاسفانه یه ذره رو من داره تاثیرات بد میذاره، باید یکم رو خودم تمرین کنم. ولی نگید که بچه ها باید آزمون تیز هوشان بدن، پس ما بریم تو کلاسمون ببندیم در کلاس رو و بشینیم یک سره تمرین 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 تمرین. و واقعا اگر که شما دغدغه اینو دارید که آموزش حضوری بشه، بعد اینطوری حضوری بشه. اگه قراره که بیایم دوباره تو کلاسمون بشینیم یه سری کاربک پخش کنیم بشینیم با بچه ها، یا مثلا چینه مثلا میگید با دستورزی به بچه هامون یاد میدیم، دستورزی یک مفهوم های انتزاعی داره معلمان عزیز، اینا رو بهتون نگفتن. دستورزی مفهوم انتزاعیه، یعنی یه تخیله، با واقعیت باز فرق میکنه. چینه میدی کویزنر میدی عالیه، دستت درد نکنه، خیلی خوبه، اما باید بیای تو واقعیت تو مرحله بعدی ها. اگر نمیای ابتر ماجرا ناقصه. اگر که چیزی ببین تو پادکست هم گفتم، نمیدونم گوش کردید پادکست رو یا نه، پادکست ها خیلی مهمه، گوش کنید لطفاً بهش. اگر که اون چیزی که آموزش میدی نمیرسه به واقعیت، داریم به بیراهه میری. بریم جلوتر. مدیر مدرسه ازم قبولی میخواد، نمیدونم چیزای شبیه گفتم دیگه، مفصل توضیح دادم. اینا اشتباهاتیه که تو ذهن شما وجود داره، لطفاً تو دایرکت نزنید اینا رو برام. کتاب مثلا میگید کتاب مفهومای اینجوری تو کتاب وجود داره، خب تو اصلاحش کن. کتاب ابزاره، کی تو رو مجبور کرده برای باز کردن مهره مثلا از پیشگوشتی استفاده کنی؟ برو آچار فرانسه بردار بیار، ابزار خودتو پیدا کن. باز دوباره دلیل بعدی، نه بازرس آموزه. ببین همش این دور باطل رو داریم میچرخیم و نمیخوایم قبول کنیم که آقا مسئولیت این کار به عهده ماه. من از بیرون از این سیستم کار نمیکنم، من دارم تو این سیستم کار میکنم، من انجام میدم، انجام دادم و انجام خواهم داد و شده. اگر یه روزی بابت این چیزا بخوان منو توبیخ کنن، او توبیخ شیرین ترین چیزیه که برای من در نظر گرفته میشه. اگه اخراجم کنن، شیرین ترین چیزیه که برام در نظر گرفته میشه. و فکر نمی کنم که چیزی مهمتر از این برای من وجود داشته باشه که بچه های این مملکت که 20 سال دیگه میخوان معلم بچه من بشن، اونها درست آموزش بدن به بچه من. پس فکر می کنم خیلی واضحه که ما باید این دور باطل رو یه جا قطعش بکنیم و دلیل رو چیز بر خودمون نریم، درون نگری نکنیم که به مسیر اشتباه بریم. راهکارا، یادگیری مسئله محور باید داشته باشید. مسئله محور یعنی چی؟ یعنی بچه ها باید بدونن چرا دارن این کار رو انجام میدن. یه چالش ایجاد کن، یک مسئله ایجاد کن جذاب. مسئله منظورم مسئله رو کاغذ نیست، ممکنه خیلی هاشم رو کاغذ باشه، اشکالی نداره. مثلا یه معما میدی، چرا بچه‌ها سوال کانگورو رو دوست دارن؟ چون معما گونه است، دوست دارن و وقتی حل میکنن به نتیجه‌ش هم میرسن، حالا لذت هم میبرن، به نتیجه‌ش نرسن باید مراقب باشی دیگه، آسیب نبینن دیگه. از فردا کلاس ریاضیتون همه نشه کانگورو، حالا چون من گفتم، برو اول بررسی کن ببین درمان درد کلاس هست یا نه. معما رو دوست دارن بچه‌ها، اصلا معما رو شما هم دوست دارید، یعنی یه معما بهتون میدیم اکثرا شما دوست دارید، مثلا تو گروه های معلمیتون دیدید یه معما اگه میفرستین مثلا یهو میبینید معلمایی که اگه بهشون میزدیم مثلا آقا فلان چیز رو مثلا اگه میشه لطفا بفرستید، تا یه هفته آنلاین نمیشدن، یه معما میذاری دو دقیقه بعدش آنلاینن، همه دوست دارن مثلا خود آدم بزرگ و بچه‌ها هم اینطوریه. و بیا به سمت بازی ها، آره جلوتر گیمفیکیشن رو میخوام بهتون بگم که چقدر بد بهتون یاد دادن گیمفیکیشن رو. هر کی از هر جای رسیده راجع به گیمفیکیشن حرف زده، ما هم فکر میکنیم گیمفیکیشن یعنی بازی دیگه، بازی کنیم با بچه ها، اصلا یه چیز اشتباه فهمیدیم. مسئله محور یعنی این، آقا ما یه تعداد چوب داریم اینجا، یه مقدار چوب خورد داریم اینجا و کتابامون همینجوری رو زمینه بچه ها، کتابای داستان که آوردین جا نداریم براش، چیکار کنیم؟ بسم الله بچه ها رو هدایت کنید، آقا بریم میخ بیاریم، بریم چکش بیاریم. دیدین بچه داشت میدوخت،
جرأت داریم ما چرخ خیاطی بدیم به بچه ها؟ جرأت نداریم چکش بهشون بدیم؟ چرخ خیاطی که چی؟ نه 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 خدایی نکرده یه اتفاقی برشون میفته. چرخ خیاطی داشت، بچه داشت میدوخت، همه کار بچه ها انجام دادن. چکش بدیم بهشون، میخ بهشون بدیم، بکن با این بچه ها باید یاد بگیرن باشه یه بارم بزنه رو شستش چی میشه؟ انقدر زور نداره که بزنه دستش آسیبای عجیب غریب ببینه. امروز نزن رو دستش، فردا نمیتونه یاد بگیره دقت بکنه، میشه همون مردی که میاد توی خونه بلد نیست یه لامپ عوض بکنه ها، یه دونه قاب عکسو نمیتونه رو دیوار بزنه، از پس هیچ کاری بر نمیاد. اجازه بدیم بچه‌ها اینجوری، یعنی آقا مسئله ایجاد کن، چالش ایجاد کن، تو دل اون حواست باشه که اندازه‌گیری رو بچه‌ها یاد بگیرن، جمع و تفریق رو یاد بگیرن و چیزای شبیه به این. خیلی جذاب‌تره غیر اینه. خودت نگاه کن بهش. حالا که آموزش مجازیه بگم بهتون، شاید بگید خب باشه این مال آموزش حضوری بود دیگه، الان داری شعار میدی. نه شعار نمیدم، فضای اجتماعی رفته تو خونه. پدر مادرها رو توجیه کن، لطفا بهشون یاد بده که آقا زمانی که آموزش حضوری بود من این کارو میکردم، الان من میسپرم تو خونه باید وقت بذاری. کی گفته تو باید دیگه 8 شب بیای خونه، 9 شب بیای خونه و انتظار داشته باشی یادگیری همون مثل قبل اتفاق بیفته؟ تو جلسه والدین توجیهشون کن، نمی کنی اگر زود نمیای خونه پس به منم نمیتونی چیزی بگی برای یادگیری فرزنده. ما با هم یاد میدیم به دانش آموز، من و تو با هم، دو نفری سه نفری، پدر مادر معلم. کی گفته یادگیری هم از جنس زندگی، نه اینکه کاربرگ من میدم تو بشین تو خونه بالا سر کاربرگش. تو زندگی کن باهاش. میخوای نسبت تناسب یاد بدی، با امشب با مادر یه کیک بپزید توی خونه. میخوای به بچه پای اولی تو پادکست گفتم، میخوای جمع و تفریق یاد بدی، بگو امشب تو تصمیم بگیر که کی چه نوشیدنی بخوره، برای یکی دوغ بریز، برای یکی مثلا آب بریز. بعد بگو که خب ما امشب مثلا 5 نفریم، 3 تا لیوان دوغ ریختم، 2 تا لیوان آب، 2 به علاوه سه. اینجوری زندگی کنن بچه ها. چیه ما سر خودمون رو کلا میذاریم بچه هامون یاد گرفتن؟ اون یادگیری نیست. 2 سرعت عمل بچه ها با هم فرق داره، باید زمان بدی به بچه. همه بچه ها قرار نیست جدول ضرب تا پایان پایه سوم یاد بگیرن، طول میکشه این فرایند مغزش. برید یادگیری مغز محور رو یه ذره راجعش مطالعه بکنید. اینکه یه بچه ای به جمع و به ضرب تبدیل کنه، 2 به علاوه 2 به علاوه 2 سه ضرب در 3 تا دو تایی، این طول میکشه برای بعضی از بچه ها. به جای یه سال ممکنه 2 سال طول بکشه. پس قرار نیست همه، پس معلم پای سومی که به من میاد میگه که پای خرداد به من میگه که همه بچهای من ضرب رو یاد گرفتن، قطعا یا داره دروغ میگه یا اشتباه فهمیده، اشتباه ارزشیابی کرده. نمیشه، غیر ممکنه. مثل این میمونه که من بگم تمام کسایی که تو این لایف شرکت کردن پایان این لایف فهمیدن ریاضی رو چجوری آموزش بدن. نه، من دارم اینجا سرنخ ها رو بهتون میدم. یادگیری در ادامه اتفاق میفته، تو مدرسه هاتون یادگیری اتفاق میفته، تو اون طرح درس نویسیتون اتفاق میفته، تو توجیه کردن مدیر و معاونت و اولیا اتفاق میفته. نمیتونی بدون اینکه اینا رو هم همراه کنی با خود. چرا من میگم بگید بقیه هم بیان؟ ما خیلی همون میترسیم به مدیرمون مثلا بگیم آقا بیا تو این لایو شرکت کن، نگیم بهش. فعال کردن گروه ها، سرعت عمل بچه ها با هم فرق داره، باید گروه ها رو فعال کنی. راهکارش اینه، یعنی گروه بندی کنید. پلتفرم آنلاینتون هم اگر میخواید برید الان نمیدونم بگید مثلا اسکایروم، نمیتونی گروه بندی کنی، پلتفرم خوبی نیست برای این کار. بیگ بلو باتن خوبه، ادوب کانکت خوبه، میتونی بچه ها رو گروه بندی کنی. اگر که شات داری استفاده میکنی، من گفتم یه پلتفرم رایگان معرفی کردم، رایگان برید آنلاین بشید بچه‌هاتون رو گروه بندی کنید. دیگه اگه نت ندارن دیگه واقعیتش اینه که اونا باید مشکل رو حل کنن، پدر مادر باید مشکل، اونا هم باید یه حرکتی بکنن دیگه. خب پس گروه بندی، سرعت عمل بچه‌ها وقتی با هم فرق داره، گروه بندی راه چارشه. چالش ایجاد می‌کنی، پس یادگیری مسئله محور گروه. دیدید تو فیلم داشتن چیکار می‌کردن؟ یادگیریش مسئله محور بود، پروژه ایجاد کرده بود، گروهی داشتن بچه‌ها کار می‌کردن. خب بعدش قرار نیست همه بچه ها همه سوالا رو حل کنن، اینم بهش واقف باش.
من گفتم، مثال زدم، ما میرفتیم کتابای ریاضی بچه ها رو مثلا جمع میکردیم میآوردیم بیرون کلاس، معاون آموزشی میآورد بیرون کلاس، میشست صفحه به صفحه کتاب ریاضی رو بررسی میکرد، بعد منو صدا میکرد میگفت این سوال رو 4 تا از بچه هات غلط نوشتن، این سوال رو 3 تا از بچه هات ننوشتن، این غلط ترین کار ممکنه، مگه قراره ما قالب کره بسازیم همه یه شکل بشن؟ اون غلط نوشته تفکرشه، نباید درست کنیم، نه تفکرشه. ببین باید زمان بدی بهش، نمیتونی تفکرشو شکل بدی، زمان باید بدی بهش اون تفکرش پخته بشه. تو میتونی قرمه سبزی رو یه ربه بپزی؟ نمیتونی، باید زمان بدی بهش اون بفهمه، اون طول میکشه تو مغزش. ببین شما چون یادگیری مغز محور رو خیلی ها هنوز نرفتید، خیلیاتون احتمالا رفتید سمتش مشترک، چون هنوز خیلیاتون سمتش نرفتید نمیدونید فرایند مغز چرا اینجوریه و زور میزنیم که این بچه ضرب رو پایان پایه سوم یاد بگیره. نمیشه، دروغ داریم میگیم به خودمون. اگر هم داریم میگیم یاد گرفتن، اون الگوریتمشه، یعنی میتونه بگه 5 6 تا 30 تا، نمیفهمه یعنی چی، حفظ کرده نمیفهمه. بهش بگیم که توی یه سالن برو 30 تا صندلی بچین، نمیفهمه که 6 ردیف 5 تایی یا 5 ردیف 6 تایی، نمیتونه اینو درک کنه. میگه 5 6 تا 30 تا، اون قسمت رو نمیتونه بفهمه. همه بچه ها قرار نیست با یه سرعت پیش برن، زمان بده. ببین اینایی که من بهتون میگم، شما میگی الان احتمالا میگه اولیا، برو اولیا رو هم توجیه کن دیگه، جلسه اول اولیا یعنی همین، نه اینکه نمیدونم این کار بکن، لینک فلان بسازیم و اینا رو ولش کنید، برید اولیا رو توجیه کنید، آگاهشون کنید، کارت راحت بشه تو سال تحصیلی. دوباره وسط سال تحصیلی به من پیام میدی اولیا به من فشار آوردن این کارو کردن، خب جلسه اولتو رفتی به بیراهه و جلسات بعدی هم وقت نذاشتی برای این موضوع. به جای اینکه برید تو جلسه اول بگی من امتحان میگیرم، همش ارزشیابی میکنم، من خیلی جدی ام تو کارم، نمیخواد اینا رو بگی، اینا رو میبینن بعدن، اونا رو بعدا تو کارت میبینن. چیزهایی که باید بهشون بگی این دست کارهاست. خب کامنت ها رو باز کنم چون یه ساعت لایومون تموم شده، من میترسم که، البته میگن مثل اینکه لایو یه ساعتشو برداشتن، امیدوارم که محدودیت نداشته باشه، البته خیلی هم نمونده. سلام 10 شد. سلام چرا؟ خب قرار نیست کسی با ریاضی تیسوشان قبول بشه، اینم بهتون گفتم. اجازه بدید بچه ها رشد طبیعی خودشون رو طی کنن. یه چیزی بهتون بگم، تیز هوشان یک دروغ بزرگ در ایرانه، خیالتون راحت کنم، تیز هوشان یک دروغ بزرگ در ایرانه. هر کی داره از تیز هوشان پول در میاره داره اشتباه میکنه. من اینو با دلیل و سند و مقاله میام به تک تک کسایی که با نظر من مخالفن، با مقاله میام بهشون میگم که چرا اشتباه. چند سال پیش خانم حکیمزاده فهمید این موضوع رو، آقای بدهایی وزیر آموزش پرورش فهمید این موضوع رو، اومدن درست کنن، منتها زورشون نرسید، ولی فهمیدن ماجرا چقدر غلطه. من حاضرم تک تک کسانی که میگن تیزهوشان باید باشه رو بشینم باهاشون مباحثه کنم، اگر تونستن منو قانع کنن من از موضوعم عقب میکشم. تیزهوشان یک دروغ بزرگ در ایرانه، دروغ نگیم. تا زمانی که تیزهوشان اینطوریه، بله من در پیجم میگم هیچ کس نباید بره تیزهوشان شرکت بکنه، هیچ کس. اگر الگوریتمش درست شد باش، قبول میکنم که بریم. الگوریتمش زمانی که ما مدرسه موسیقی داشته باشیم، مدرسه ادبیات و شعر و اینا رو داشته باشیم، مدرسه ورزش، تیزهوشان ورزش داشته باشیم، اوکی. تازه اونم کپسول مسکنه ها، وگرنه که خیلی جاها نباید اصلا جدا بشن. مثلا ما بچه اختلال روانی رو جدا میکنیم، اختلالیتگیری ها رو جدا میکنیم، یا مثلا بچه های اوتیسم رو جدا میکنیم از بچه هامون. چرا؟ مگه این تو مملکت ما، مگه اوتیسمی ها میرن جای دیگه کار میکنن؟ مگه تو مملکت ما بیش فعالا میرن جای دیگه کار میکنن؟ آقا اون پس فردا میره تو اداره، میره توی محیط کارش، میبینه همکار نزدیکش بیش فعاله، باید ببینه که چجوری باید یاد بگیره چطوری با بیش فعالا رفتار بکنه، بهش برچسب نزنه دیگه. بعد ما بیش فعالا رو جدا میکنیم؟ درد من از اینه که دیروز یه بچه بیش فعالی ثبت نام نکردن تو مدرسه، به خاطر اینکه بقیه اولیا گفتن اگر فلانی باشه تو کلاس ما نمیاریم بچه‌مون رو ثبت نام بکنیم. درد نیست این؟
و هیچ کس علم اینو نداره که به اون اولیا آگاهی بده. هیچ کس نمیتونه با اون اولیا حرف بزنه. من خبرش رسید البته فقط. خب بریم بعدی. پدر مادرها معلم نیستن، یادتون باشه. معلم نیستن، نباید بشین ببین پدر مهندس فلان باشه، تو اصلا خدای ریاضی حق نداری بشینی با بچه سوال ریاضی حل کنی، 3-4 تا 12 تا منظورم ها. چرا؟ برو باهاش بیرون، بهش بگو یه شونه تخم مرغ بخر، من انقدر تخم مرغ نیاز دارم. برو ببین انقدر تخم مرغ میتونی پیدا بکنی. مثلا دیدی چونه های تخم مرغ جدیدن عوض شده، 6 تایی 9 تایی 12 تایی. بره خودش بگرده پیدا کنه، باشه این کارو بکن، ولی حق نداری بشینی کنار دانش آموز من بگی 3-4 تا میشه 12 تا. نکن این کارهای تخصصی رو که خراب میکنی. توجیه کن اولیا رو که کارت سخت نشه. تمرین زیاد لطفا به بچه ها ندید. چالش ایجاد کنید، چالش های کم اما عمیق. من به معلم ها میگم اگر میخوای کار برگم بدی 3 تا سوال بده، 2 تا سوال بده ولی معماگونه، بذار وقتی میخونه 1 ساعت روش فکر کنه. پدر مادرها اعتراض میکنن سخته، باشه اعتراض کنن سخته، صبور باش، وایس جا بیفته، توضیح بده و صبر کن، اجازه بده جا بیفته. ببین راهکاراسا نوشته یا نه، بعدا نگی من متوجه نشدم و دارم راهکار میدم. ببین معلوم کامنت ها داره به بیراهه میره، عذرخواهی میکنم، من مجبورم ببندم که تمرکز ها به هم نخوره. خب بریم جلوتر و بحث گیمیفیکیشن آخریش رو بگم، فکر کنم آخریش باشه. گیمیفیکیشن یعنی بازیوارسازی. ما اشتباه فهمیدیم گیمیفیکیشن رو. گیمیفیکیشن رو میگن میره همکار من یه بازی از بیرون کلاسش انتخاب میکنه میاره تو دل کلاسش اجرا میکنه. این نشد ماجرای تو، این اشتباهه. بازارش هم خدا رو شکر داغه. یه عالمه شرکت اومدن ریاضی، مثلا برای ریاضی بازی ایجاد، بازی درست کردن، بعد ما میریم کمپلت اونا رو میخریم، مدیرم خوشش میاد دیگه، مثلا مسئولین محترم مدارس هم خیلی دوست دارن اینا رو، مثلا شکل و شمایلش قشنگ گول میخورن، میرن میگیرن میارن تو کلاس، معلمم استفاده نمیکنه، میگه آقا این به درد من نمیخوره که، یا استفاده میکنه اصلا باز دوباره به دردش هم نمیخوره، معلمم خودش درد و متوجه نشده که این درمان اون نیست. بازی وارسازی یعنی چی؟ یعنی این که تو ببینی اول آقا این بچه های من ضرب رو، جمع رو، تفریق رو، تقسیم رو کدوم قسمتش رو مشکل دارن، دوچار چه چالشی هستن، و برای اون چالش من بازی طراحی کنم، یا اگر میخوام بازی پیدا کنم اول درد رو بدونم بعد برم سرچ کنم بازیشو پیدا کنم، اشکال نداره. من یه کلاسی داشتم که کلن با بازی مهارت اجتماعی رو آموزش میداد، یعنی هم مطالعات اجتماعی که نویسندگانش خودشون مهارت اجتماعی رو بلد نیستن، چون من باهاشون کار میکنم، من اومدم عوض کردم محتوا رو، یعنی اصلا کتابو گذاشتم کنار، اومدم بازی طراحی کردم و محتوای آموزش خودم طراحی کردم. چون بچه‌ها رو ندیده بودم 100 و خورده‌ای بازی استخراج کردم، بعد رفتم روی شناخت بچه‌ها، خب آها این مشکل وجود داره، این مشکل این بازی رو میخواد، نه اینکه برم کمپلت یه شرکت بگم بیا اینجا 30 تا بازی داری برو 30 هفته برای بچه‌های ما اجرا کن، از اون 30 تا بازی 25 تا بازیش به درد بچه‌های تو نمیخوره و اشتباه کردی. چرا من چالش دارم با این چیزای آماده برای دبستان؟ همینه، مشکلش اینه، مشکلش اینه که ما میریم یه چیزایی رو کمپلت میخریم برای کلاسمون میاریم و هنوز نمیدونیم درد کلاس ما چیه. بهتون قول میدم شما نه تو کلاستون به کتاب کمک آموزشی نیاز دارید، نه به بسته های آموزشی نیاز دارید. بسته اینا همش باور کنید بازارگرمیه. من تو پس همه این با سازنده این بازی ها، با نویسنده کتاب های ده، با سازمان های تولید کننده این محتوا، هیچ کدومشون دردشون ارتقاء سطح زندگی بچه های این مملکت نیست. اگر بود من باور کنید الان اینجا معرفی میکردم.
یعنی یه انتشارات که کتاب چاپ میکنه، من میگفتم آقا این میخواد یه کاری بکنه بچه های ما بهتر زندگی کنن، اگر بود معرفی میکردم، لااقل تا الان من هیچ کدومشون ندیدم اینجوری باشه. اگر یه جایی که بازی طراحی میکنه برای بچه ما کمپلت میاره به یه مجموعه میفروشه، اگه دردش این بود که یه کاری بکنه برای زندگی بهتر بچه ها، همشون دغدغه اینو دارن که فقط یه درآمد کسب بکنن، اکثرشون اینجوریه. و اون کسانی هم که اونجوری کار میکنن که میان سرچ میکنن و مثلا بررسی میکنن، اونا هم متاسفانه چون علم کافی تو این زمینه ندارن، باز به بیراهه میرن، باز دوباره اشتباه میکنن. تنها کسی که میتونه اینجا نقش درست رو ایفا کنه خود شمایی. تمام شد رفت. خودت میتونی بازی طراحی کنی که بدونی درد بچه های شما چی، بر اساس اون یه بازی طراحی میکنی. این از این. من کامنت ها رو باز کنم. بله، بسیار عالی و به پایان رسید. همه اسلاید رو گفتم، تموم شد. دورمونم به پایان رسید. تقریبا میتونم بگم هر چیزی که تو ذهنم بود برای اینکه کمک کنم برای آموزش درس فارسی ریاضی علوم گفتم. و اصلا هم قرار نبود صفحه به صفحه کتاب درسی رو بررسی کنیم و هیچ نیازی هم به اون نیست، چون شما انقدر توانمند هستید، خودتون میتونید بفهمید که صفحه به صفحه کتاب درسی رو چطوری آموزش بدید. امیدوارم که این دوره براتون مفید واقع شده باشه و کمک کرده باشه که سال تحصیلی بعدی یک کوچولو لااقل بهتر عمل کنیم. فردا قرار بود که بهتون بگم فردا در واقع با کدوم عزیز همکاری داریم، در واقع لایو داریم. فردا ایشالله اگر که مشکلی نباشه، چالش بیش نیاد و عمری باقی باشه، در خدمت آقای دکتر علی عبدالعالی هستیم. یه لایو دو نفره با این عزیز داریم، فکر میکنم ساعت 6 باشه. باز پوسترش رو فکر میکنم امشب آماده میکنیم و میذاریم تا همه عزیزان استفاده کنن. ممنون از شما، ایشالله که اتفاقات خوبی برام بیفته. میدونم خیلی سوال دارید، میدونم خیلی سوال دارید. من تو دایرکت همه سوالاتون رو جواب میدم، سعی میکنم که جواب بدم. سوالاتون رو لطفا تو دایرکت بپرسید یا تو گروه تلگراممون. تو گروه تلگرام حتما عضوشید، اونجا تعاملمون راحت تر اتفاق میفته، چون تو دایرکت من فقط یه نفری باید جوابتون رو بدم. تو گروه خب بقیه همکارا هم هستن. فیلتر شکن روشن کنید، تو بایو پیج اون لینک رو بزنید، برید تو گروه تلگرام عضو بشید. اونجا فقط منم نباشم دیگه، بقیه همکارا میتونن کمکتون کنن. ممنون از توجهتون و شب همگی بخیر.